سلام، محسن کواسی هستم. در این قسمت تمرین 4 و 5 قسمت 8 که در وبسایت من میتونید دانلود کنید رو انجام خواهید داد و یه سری تئوری نیز یاد خواهیم گرفت. این دو تا تمرین خیلی مهم هستن و سعی کنید از لحاظ ریتمی اون مطالبی که گفته میشه رو حتما متوجه شید. اگر هنوز در کانال ما عضو نیستین، این پایین میتونید سابسکرایب کنید و حتما اون دکمه زنگوله رو نیز فشار دهید که وقتی ما یه ویدیو جدید یا پستی میذاریم در قسمت کامیونیتی شما مطلع شید. با ما همراه باشید. به آهنگ بعدی نگاه کنید. این آهنگ رو میزان به میزان روی پیانو میزنیم و برای هر میزانش توضیح میدیم. خب، در میزان اول برای دست راست چه نوت‌هایی داریم؟ نوت‌های می، سول، سی و دوباره سول. و برای دست چپ چه نوتیه؟ نوت می هست. چرا نوت می؟ مثلا میتونیم بگیم که خط دوم روی کلید فا خود نوت فاه و یه نوت پایین ترش میشه می که میشه اینجا و پیشنهاد داده با انگشت شماره 5 بزنیم. خب، انگشتای دست راستمون چی هن؟ انگشت شماره 1مون روی نوت می باید باشه، انگشت شماره 3 روی نوت سول و انگشت شماره 5 روی نوت سی. پس اگه دست راست رو بخوام تنها بزنم میشه می سول سی سول، که بهتون پیشنهاد میکنم قبل از این که آهنگو بنوازید همیشه اسم ریتما رو برای خودتون بگین. برای این میزان برای دست راستش میشه تیت تی تیت تی، که اگه بشکنم باشون بزنم به عنوان ضرب میشه تیت تی تیت تی. دست چپم یه نوت تا هست. همونطور که در قسمت پایانی تمرین قبل گفتیم، خیلی مهمه که شما دقت کنین که نوت تا دست چپ رو که نوت می هست اینجا به اندازه کافی نگه دارید. یه نوت 1/4 یا همون تا توی این میزان به اندازه اون دوتا تی تی توی کلید سول باید طول بکشه. به این صورت. نه بیشتر و نه کمتر. یعنی این دوتا اشتباهن. اینجا من تا رو در حقیقت به اندازه یه دونه 1/8 یا تی نگرداشتم و این اشتباهه، حتی اگه تفاوتش توی پیانو محسوس نباشه و این هم اشتباهه. من اینجا نوت تا که نوت می هست برای دست چپم رو زیادی نگه داشتم، یعنی من به اندازه کل میزان اون نوتو نگه داشتم. بازم با اینکه تفاوتش ممکنه زیاد توی پیانو محسوس نباشه، در تئوری این اشتباهه. پس شما فقط به اندازه‌ای که اون نوت طول میکشه باید اونو نگه دارید و میتونید اینجا بگید که خب تا به اندازه یه تیتی که در دست راستم دارم طول باید بکشه. دقیقاً اینا دست چپ و راست میتونن به شما کمک کنن. خب، بریم سراغ میزان بعدی. میزان بعدی که راحت، فقط دست راست، دقیقا تکرار همون دست راست میزان اوله. به میزان بعدی بریم. دست راستش هنوز همون نوتا هست. می، سول، سی، سول. دست چپمون چه نوتیه؟ نوت سول. چرا؟ چون مثلا میتونیم بگیم خط دوممون خط فا هست و علامت کلید فا هم روش هست و یه دونه بالاتر میشه سول که میشه اینجا. با انگشت شماره 4 پیشنهاد داده.
اینجا هم مثل میزان قبلی مهمه که اون نوت تا رو فقط به اندازه لازم نگه داریم. یه تا به اندازه یه تیتی در کل طول میکشه. پس میشه میزان بعدیمون فقط دست راسته و یه نوتش ممکنه متوجه نشدید ولی تغییر کرده. نوت اولش به جای می شده ره. و میزان بعدی چه نوتایی داریم؟ نوت اول دست راست دو هست، نوت بعدی فا و نوت بعدیش لا و دوباره فا. دست چپمون چه نوتیه؟ گفتیم خط بالایی توی کلید فا میتونیم بگیم لا. دست چپمون پس میشه اینجا که با انگوش شماره 3 پیشنهاد داده بنوازیمش. اینجا اگه دو باشه سی لا که میشه چیزی که اینجا مهمه اینه که ما از میزان قبلی چطور به این میزان میایم. منظورم در مورد حرکت دسته. میزان قبلی ره سول سی سول بودش. در حقیقت دست شما باید به سمت چپ حرکت کنه. به میزان بعدی بریم. دست راستمون دوباره همون نوت هست. دو فا لا فا. و در دست چپ چیزی جز سکوت نداریم. به میزان بعدی بریم. نوت اولش می هست و فا سول لا. و در دست چپمون اولین خط فرضی که بالای خطوط حامل کلید فا بکشیم میشه نوت دو وسط پیانو که میشه دقت کنین که اینجا هم دست چپ رو فقط به اندازه‌ای که نیازه نگه دارید. نوت دست چپ من فقط به اندازه این دوتا دکمه باید نگه داشته بشه، چون دست چپ من یه دونه یک چهارم روی نوت ها و دست راست من نوت های یک هشتم هستن. پس دوتا دکمه دست راست میتونه دست چپ نگه داشته بشه. و اینجا هم مهمه که ما چطور از میزان قبلی به این میزان میایم. منظورم در مورد حرکت دسته. میزان قبلی بودش دو فا لا فا. دست ما خیلی سریع باید به اینجا حرکت کنه. پس ببینید من در زمانی که دارم نوت آخر میزان قبلی رو میزنم که نوت فا هست، میتونه شست من به طرف می حرکت کنه. این حرکت خیلی مهمه. سعی کنید بفهمید که چه اتفاقی افتاد. من دارم دست راست رو نشون میدم. دو فا لا فا و اینجا میبینی که شست من اومد به سمت می، چون که چشم من دید که میزان بعدی من با می شروع میشه. اگر این کارو نکنید که خب در ابتدا ممکنه که یه مقدار سخت باشه که اینجوری انجام بدید، اگر اینجوری نرید نمیتونید برای آهنگ‌های تندتر روون بنوازید. دست چپش هم که نوت دو هست می
میزان بعدیمون، دست من یه دونه به سمت چپ باید به کل حرکت کنه. ما می فا سول لا بودیم، بعد باید بریم به ر می فا سول، بعد دست چپش هم نوت سی رو میزنه. پس حرکت از میزان قبل به اینجا میشه. به میزان بعدی بریم. نوت اولش که با نوت آخر میزان قبلی یکیه، تفاوتش اینه که پیشنهاد کرده که با اینکه یه نوت هست ولی انگشتامون رو تغییر بدیم. انگشت چهار بود که روی سول بود، ولی میگه که بهتره حالا انگشت پنج رو بذاری روش. و دست چپمونم از دو سی لا سول. اینجا هم دقت کنین که نوت سول دست راست رو به اندازه دو تا یک هشتم و به اندازه یه دونه تیتی دست چپ میتونید نگه دارید. پس دست من چجوری باید تغییر کنه از میزان قبلی به این میزان؟ میزان قبلی که بود ر می فا سول، اینجا باید تعویض انگوش کنی ولی روی همون دکمه. میزان بعدی من نوت دست راستش فا هست و دست چپ هم دوباره از دو سی لا سول. و میزان بعدی هم دوباره فقط می رو دارم در دست راست و دست چپ هم دوباره همون حرکت رو انجام میده. و میزان آخر دو با دست راست هست، دو وسط پیانو با انگشت شماره یک و بعدش هم با انگشت شماره یک دست راست دوباره همون دو. اگه بخوام این آهنگو خیلی آروم بنوازم چی میشه؟ ویدیو رو جلو و عقب بزنید و قسمت‌های مختلف رو نگاه کنید. خیلی مهمه که شما نوت‌های تا یا یک چهارمی که در دست راست و بعضی موقع در دست چپ هست رو به اندازه نیاز نگه دارید. نه کمتر و نه بیشتر. در ابتدای مقدار سخته، ولی اگه سعی کنید درست پیش برید خیلی عادت می‌کنید. به تمرین بعدی نگاه کنید. اگر به میزانهای این آهنگ نگاه کنیم، میبینیم که خط اول از یه تا و تی تی تشکیل شده که تا در کلید فا برای دست چپ و تی تی در کلید سول برای دست راست. مثلا اگه بخوایم میزان اول این آهنگو بزنیم، میگه که نوت اولش دو هست که با دست چپ باید بزنیم با انگشت شماره یک، و نوت بعدی که رو ضرب بعدی میفته تی تی می سول که با انگشت شماره سه و پنج باید بزنیم. اگه اسم ریتما رو بخوایم بریم میشه تا تی تی، که تا رو با دست چپ باید بزنیم. خط اول این آهنگ به همین ترتیبه، تا تی تی. پس اگه آروم بخوایم میزان به میزان جلو بریم میشه میزان بعدی
سی برای دست چپ و برای دست راست ر و فا. برای دست چپ میزان بعدی میشه لا با انگشت شماره 3 و برای دست راست میشه دو و می. میزان بعدی برای دست چپ نوت اولش سوله که با انگشت شماره 4 پیشنهاد کرده و دست راست میشه ر و فا. میزان بعدی که اول خط دومه خیلی مهمه که اینو درست متوجه بشین. نوت اول این آهنگ تو این میزان نوت دو دست چپه که یه نوت تا هست. این نوت تا خیلی مهمه که شما بدونید تا کجا طول میکشه و یا به عبارتی این دکمه دو دست چپ رو چه مقدار باید نگه داریم. این دو یه نوت تا یا یک چهارم هست که تا آخر این نوت یک هشتم کلید سول باید طول بکشه. چرا؟ چون نوت اول توی کلید سول که همزمان با ضرب اول و همزمان با این دو کلید فا هست یه نوت سکوت یک هشتمه. در حقیقت دوتا نوت اول کلید سول تی تی بودن که تی اولشو تلفظ نمی کنین و سکوته. پس این دو باید تا آخر تی دوم که این میه هست طول بکشه. به این صورت. بعد از اینکه زمانش تمام شد دستمونو باید از روش برداریم. این که الان میزنم اشتباهه. من نوت دو رو که تا و یک چهارم هست به اندازه یک هشتم نگه داشتم و همچنین این اشتباهه. من نوت دو رو کلن زیادی نگه داشتم. میزان بعدیمون هم به همین ترتیب. نوتش اولی سی هست. برای دست راستم ر می فا. دقت کنید که نوت سی چه مقدار نگه داشته میشه. میزان بعدی هم ریتماش به همین سبکه. نوتاش تغییر میکنه. نوت دست چپش میشه لا و دست راست میشه دو ر و می. میزان بعدی که خط بعده نوت اولش سوله و در دست راست ر فا و سول داریم. اینجا هم ریتما به همون سبکه. من وقتی تی دومی رو زدم در دست راست باید دست چپ رو بردارم. و بعدش نوت های یک هشتم هستن که شما اینا رو میتونید به عنوان تی 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 نگاه کنین، چون در حقیقت میتونیم بگین که نوت اول توی کلید سول که یک سکوت یک هشتمه، مثلا به جاش توی ذهنتون میتونین اون تی رو تصور کنین که توی کلید فا هست و در حقیقت میشه تی 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 تی. بقیه میزان های دیگه چیز جدیدی نداره. حالا اگه بخوایم این آهنگو خیلی آروم روی پیانو بزنیم میشه.
ویدیو رو عقب و جلو بزنید و دقیق ببینید زمانی که نوت دست چپ ما نوت تا هستش تا چه زمان دکمه نگه داشته شده. سعی کنید این تمرین رو خیلی روون بتونید بزنید. اگر علاقه دارین که هر زمان که ما یه ویدیو جدید آپلود میکنین شما با خبر شید، میتونید در این کانال عضو شید و اون دکمه زنگوله رو نیز فشار دهید. اگر دوستانی از شما هستن که دوست دارن ساز پیانو رو مثل شما از صفر به صورت اصولی شروع کنن، میتونید این ویدیوها رو باهاشون به اشتراک بگذارید. حمایت شما باعث میشه که ما به ساخت این ویدیوها ادامه بدیم.